بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت محصلین عزیز. درس امروز اناتومی ما در مورد استخوان‌های ساید دست است. استخوان‌های ساید دست عبارت از دو استخوان است. یکیش عبارت از استخوان النا هست و دیگرش عبارت از استخوان ریدیوس است. خب اول به صورت جداگانه هر دو استخوان مورد مطالعه قرار میدیم، بعدم به صورت یکجایی مورد مطالعه قرار میدیم. خب اول در مورد استخوان النا صحبت میکنیم. خب استخوان النا اسکلت انسی ساید دست تشکیل داده. استخوان النا اسکلت انسی ساید دست تشکیل داده و از جمله استخوان طویله هسته. استخوان النا از جمله استخوان طویله هسته و دارای دو نهایت هسته. دارای نهایت علوی هست و نهایت سفلی. استخوان النا دارای دو نهایت هست، نهایت علوی و نهایت سفلی. میان نهایت علوی و سفلی استخوان النا جسم استخوان النا قرار داره. پس میان نهایت علوی و سفلی استخوان النا بادی و یا جسم استخوان النا قرار داره. خب ما استخوان النا را هم از منظر قدامی مورد ارزیابی قرار میدیم و هم از منظر جانبی. البته در منظر جانبی فقط نهایت علویش مورد ارزیابی قرار میدیم. خب این نهایت علویش است، نهایت علوی استخوان النا هست و این هم نهایت سفلیش است، نهایت سفلی استخوان النا و میان نهایت علوی و سفلی استخوان النا جسم استخوان النا قرار داره. خب این قسمت بادی و یا جسم استخوان النا هستن. خب نهایت علوی استخوان النا به شکل چنگک است. نهایت علوی استخوان النا به شکل چنگک است. در منظر جانبی خوبتر دیده میشه. تقریبا از لحاظ استرکچر و یا ساختمان و از لحاظ شکل که چنگک مانند است. پس نهایت علوی استخوان النا از نگاه شکل چنگک مانند است. خب در نهایت علوی خود استخوان النا دو برآمدگی داره. خب برآمدگی بالایی از این، برآمدگی بالایی از این به نام اولی کرانون پروسس یاد میشه. اولی کرانون پروسس و این هم از منظر جانبی خوبتر دیده میشه. اولی کرانون پروسس، اصطلاح پروسس به معنای برآمدگی که طولانی باشه و اولی کرانون نامش است. برآمدگی که در قسمت بالاییش است به نام اولی کرانون پروسس یاد میشه. برآمدگی که در پایین است، خب این برآمدگی به نام کرونیت پروسس یاد میشه. به نام کرونیت پروسس، به نام برآمدگی کرونیت یاد میشه. پس استخوان النا در نهایت علوی خود دارای دو برآمدگی است. برآمدگی بالایش به نام اولی کرانون پروسس یاد میشه، برآمدگی پایینیش به نام کرونیت پروسس یاد میشه. میان هر دو برآمدگی سوراخ موجود است. خب میان هر دو برآمدگی سوراخ موجود است که سوراخ به نام، خب این سوراخ به نام در منظر جانبی خوبتر دیده میشه. سوراخ این سوراخ به نام تراکلیار ناچ یاد میشه. تراکلیار ناچ، اصطلاح ناچ به معنای سوراخ مرامیده. اصطلاح ناچ به معنای سوراخ. تراکلیار هدفش تراکلیا هسته. هدف تراکلیار تراکلیا هسته. ما در لکچر همراس خوانده بودیم که در نهایت سفلی استخوان همراس یک کاندایل بود، یک برجستگی بود به شکل گوتک تار، به این شکل. به این میگفتن تراکلیا. تراکلیا عبارت از برجستگی و یا برآمدگی بود، اما از نگاه شکل به شکل گوتک تار بود.
اصطلاح ترانکلیا به معنای گوتک تار. خب همین ترانکلیا یا همین برآمدگی یا برجستگی که در نهایت سفلی استخوان همراس است داخل ترانکلیا ناش میشه، داخل سوراخ ترانکلیا در استخوان النا میشه. استخوان النا دارای سوراخ است بر ترانکلیا استخوان همراس. ترانکلیا استخوان همراس داخل ترانکلیا ناچ استخوان النا میشه و در ساخت مفصل آرنج دست حصه میگره. پس ترانکلیا ناچ سوراخ ترانکلیا به خاطر ترانکلیا یه استخوان همراس است که ترانکلیا داخل ترانکلیا ناچ میشه و در ساخت مفصل آرنج دست حصه میگره. در ساخت مفصل آرنج دست حصه میگره. خب پایین تر از کرونیت پروسس برآمدگی درشت است و رنگ آبی میگیریم. برآمدگی درشت است، ما گفته بودیم برآمدگی درشت به نام توبروسیتی یاد میکنن. برآمدگی که درشت باشه به نام توبروسیتی یاد میشود. توبروسیتی عبارت از برجستگی و یا برآمدگی درشت است. امازی که در استخوان النا هست به همین خاطر به نام النا توبروسیتی یاد میشه، یعنی برجستگی درشته که در استخوان النا هست. خب النا توبروسیتی پایین تر از کرونیت پروسس است. در النا توبروسیتی در همین برجستگی درشت عضله براخیال مسل ارتکاز میکنن. خب در همین توبروسیتی عضله که ارتکاز میکنن عبارت است، یه عضله عبارت است براخیال مسل است. عضله که ارتکاز میکنه و یا ختم میشه یه عضله به نام براخیالس مسل یاد میشه. براخیالس مسل اصطلاح مسل به معنای عضله براخیالس نامش است. خب یه عضله که است ارتکاز ازی بر همین توبروسیتی هسته. عضله براخیالس که است شروع ازی که است از سطح قدامی استخوان بازو و یا هموراس است. ختمی از علک هسته به النا توبروسیتی هسته در همین برجستگی النا هسته و رول از علک هست در فلکشن ساید دست هسته، در فلکشن و یا قب ساختن ساید دست و یا مفصل آرنج دست هسته. پس رول از علک در فلکشن اصطلاح فلکشن به معنی قب ساختن و یا قاس ساختن، قب ساختن مفصل آرنج دست و یا ساید دست هستن. پس نهایت علوی استخوان النا دارای اولیکرونال پروسس، کرونیت پروسس و دارای ترانکلیار ناچ هستن و همچنان دارای النا توبروسیتی هستن که در نهایت علوی استخوان النا موجود است. نگفته نمانه نهایت علوی استخوان النا نسبت به نهایت سفلیش که هستن بزرگتر هستن. پس نهایت علوی استخوان النا نسبت به نهایت سفلی بزرگتر هستن. میام در قسمت بادی ازی. در جسم استخوان النا فرامین موجود هستن. در جسم استخوان النا فرامین موجود هستن. فرامین عبارت از سوراخ کوچک هستن. فرامین عبارت از سوراخ کوچک هستن. رول فرامین در تمام استخوان به خاطر ازی است که از طریق فرامین، از طریق همین سوراخ کوچک شریان ولید عصب داخل استخوان میشن. از طریق همین فرامین شریان داخل استخوان میشن، ولید هم از طریق فرامین داخل استخوان میشن، با همین شکل عصب هم داخل استخوان میشن. پس رول فرامین به خاطر داخل شدن شریان ورید و عصب است که شریان به استخوان خون پاک میرسانه، مواد مغذی رو برش میرسانه، ورید خون ناپاک استخوان جمع آوری میکنه و عصب که حساسیت استخوان تامین میکنه. پس موقعیت فرامین و یا سوراخ کوچک در استخوان الله در بادی و یا جسمش است.
میان در نهایت سفلی استخوان ادنا. در نهایت سفلی استخوان ادنا حید و یارس استخوان ادنا موجود است. خوبی ساختمان عبارت است حید و یارس استخوان ادنا هست. سر و یارس استخوان ادنا در نهایت سفلیش قرار داره و نهایت سفلیش نظر به نهایت الویش کسی کوچکتر است و یا کوچک است. در نهایت سفلی هید استخوان النا قرار داره و هید از یک است دارای برامدگی میلمانند است که برامدگی میلمانند از ایره من روشندترش بسازم بنام استایلوید پروسس یاد میشه اصطلاح پروسس برآمدگی طولانی رو میگن. برآمدگی طولانی استایلوید به معنای میله مانند و همچنان استایلوید به معنای بلند باریک هم معنا میده. بلند و باریک یعنی برآمدگی که بلند باشه و باریک باشه. خب ما اصطلاح میله مانند استفاده میکنیم. در نهایت سفلی استخوان النا هیدش و یا رأسش موجود است. هید از یک است دارای برجستگی میله مانند است که به نام استایلوید پروسس یاد میشن. خب هید استخوان النا با کارپلبون با استخوانهای بند دیسک است مفصل میشه. هید استخوان النا در نهایت سفلی با کارپلبون عبارت از استخوانهای بند دست است. بون به معنای استخوان، کارپلم بند دست. استخوانهای بند دست است تقریبا 8 استخوان کوچک هموار است. 8 استخوان کوچک هموار است. هید استخوان النا در نهایت سفلی با کارپلبون با استخوانهای بند دست است مفصل میشه و در ساخت مفصل بند دست حصه میگیره البته اگر ما مشخص تر بگوییم کارپلبون گفتیم که 8 استخوان کوچک هموار است، البته با 2 استخوانش که عبارت از نامش ذکر میکنیم که عبارت از پیسی فرم است. یک استخوان کوچک هموار بند است بنام پیسی فرم یاد میشه و همچنان استخوان کوچک هموار دیگه اش هست به نام ترایکویترام. با همین 2 استخوان کوچک هموار بند دیسک است هد استخوان النا مفصل میشه اگه به صورت مشخص ما بگیم. پس هد استخوان النا در نهایت سفلی که است با کارپلبون استخوانهای بند دیسک مفصل میشه، اما مشخصا با 2 استخوان کوچکش که عبارت از پیسیفورم است و ترایکویترام است با همین 2 استخوان کوچک بند دست است هید استخوان ریدیوز است مفصل میشه و در ساخت مفصل بند دست حسه میگره. خب حال میم در مورد استخوان ریدیوز بحث میکنیم. استخوان ریدیوز است در ساخت اسکلت وحشی ساید دست حسه میگره. استخوان ریدیوز باعث ساخت اسکلت وحشی ساید دست میشه. استخوان ریدیوز به مانند استخوان النا دارای 2 نهایت است. دارای نهایت علوی هست و نهایت سفلی. میان نهایت علوی و سفلی استخوان ریدیوز جسم استخوان ریدیوز قرار داره. خب این نهایت علویش است و این هم نهایت سفلی استخوان ریدیوز است. میان نهایت علوی و سفلی استخوان ریدیوز جسم و بادی استخوان ریدیوز قرار داره. خب در نهایت علوی استخوان ریدیوز هد استخوان ریدیوز قرار داره. خب این ساختمان عبارت است هد و یا رأس استخوان ریدیوز است. استخوان ریدیوز که در نهایت علوی خود دارای هد است. هد
و یا رأس استخوان ریدیوز که در نهایت علویش قرار داره، اما از استخوان الله هدش در نهایت سفلی قرار داشت. یک فرقشان واحد از این ناگفته نمانه که سطح علوی رأس ریدیوز که است نسبتاً مقعر است. نسبتاً مقعر است. مقعر به معنای فرو رفته، نسبتاً فرو رفته هست. که البته ما در لکچر همورس خوانده بودیم که هد استخوان ریدیوز که است با برجستگی به نام کپیتولوم که در نهای سفلی استخوان همورس قرار داشت مفصل میشه. یک برجستگی بود که به نام کپیتولوم یاد میشد. کپیتولم، اصطلاح کپیتولم به معنای دایروی، این برجستگی دایروی در نهایت سفلی استخوان همورز بود. خب همین برجستگی استخوان همورز کس همراه رأس استخوان ریدیوس یک جایی میشه و در ساخت مفصل آرنج دست حصه میگره. یا یعنی در ساخت مفصل آرنج دست کسته تراکلیا و کپیتولوم استخوان همورس هستن میگرد. تراکلیا داخل تراکلیال ناچ استخوان النا میشه و کپیتولوم استخوان همورس همراه رأس استخوان ریدیوس یک جایی میشه و در ساخت مفصل آرنج دست حسن میگرد. خب بخاطر از این که مفصل خوبتر تشکیل شد با مو خاطر که از قسمت بالایی رأس استخوان ریدیوس که است نسبتا مقعر فرو رفته هسته و کپیتولوم دایروی هسته و اینا خوبتر میتونن با هم مفصل شوند. خب پایین تر از هد و یا رأس استخوان ریدیوز کسته یک اندازه ساحت تنگ میشه، متضایق میشه که در حقیقت نک استخوان ریدیوز هسته. پایین تر از هد نک استخوان ریدیوز قرار داره. خب این نکش هسته، نک به معنای عنق و یا گردن. پایین تر از هد استخوان ریدیوز عنق و یا گردنه استخوان ریدیوز قرار داره که در حقیقت عنق ناحیه یا ساحه متضایق است، ساحه تنگ است، نسبتا تنگ. خب پایین تر از نک استخوان ریدیوز در نهایت علوی خود دارای توبریسیتی هست. استخوان ریدیوز هم به مانند استخوان النا دارای توبریسیتی هست، دارای برجستگی درشت است، دارای برجستگی درشت است که به نام توبریسیتی یاد میشه. اصطلاح توبریسیتی عبارت است برجستگی درشت میگن، اما چون دستخوان النا هست به این میگن رادیال توبریسیتی. اصطلاح رادیال به معنای ریدیوس است، یعنی توبریسیتی یا برجستگی درشت که در استخوان ریدیوس موجود است. پس نهایت علوی استخوان ریدیوس که است دارای هد است، نک است و رادیال توبریسیتی است که در رادیال توبریسیتی استخوان ریدیوز که است عضله بایسپس براخیالیس مسل که است ارتکاز میکنه و یا ختم میشه. فرض میکنیم این عضله بایسپس براخیالیس مسل است. خب این عضله که عبارت است بایسپس براخیالیس مسل است، خب همین عضله ارتکاز و یا ختمش بر رادیال توبریسیتی استخوان ریدیوز است. خب این عضله که است شروع عضله که است از استخوان اسکاپولاس، منشه عضله که از استخوان اسکاپولاس شروع میشه و یا منشه مگر ختم و یا ارتکاز عضله بایسپس براخیالیس مسل که است بر رادیال توبریسیتی است. پس رادیال توبریسیتی بخاطر ارتکاز عضله بایسپس براخیالیس مسل است که عضله هم به مانند براخیالیس مسل که است در فلکشن و یا قبض ساختن مفصل آرنج دست و ساید دست رول داره. پس این هم به مانند براخیالیس مسل در فلکشن مفصل آرنج دست و ساید دست رول داره. خب نهایت علوی استخوان ریدیوز کسته شامل هدش است، نکش است و رادیال توبریسیتی است، شامل همین سه چیز است. میایم در قسمت جسم استخوان ریدیوز. خب در جسم استخوان ریدیوز که از بمولند جسم استخوان الناک است دارای فرامین است، دارای فرامین است و یا سوراخ کوچک که از طریق همین فرامین که شیریان وارد عصب داخل استخوان میشه، شیریان خون پاک میرسونه، مواد مغذی میرسونه، وارد خون ناپاک جمع آوری میکنه و عصب حسیت
استخوان ریدیوس تعمیل میکنه. پس در جسم استخوان ریدیوس که به مانند الناک است دارای فرامین و سوراخ کوچک است، مهم در نهایت سفلی استخوان ریدیوس ما مهم نهایت سفلی استخوان ریدیوس که است برخلاف نهایت علوی بزرگتر است. نهایت سفلی استخوان ریدیوس که است بزرگتر است، اما نهایت علویش که است کوچک است. استخوان الناک برعکس بود، نهایت علویش بزرگ بود، نهایت سفلیش کوچک است. استخوان ریدیوس نهایت علویش کوچک است، نهایت سفلی از این بزرگتر است. استخوان ریدیوس که است در نهایت سفلی خود دارای برآمدگی میله مانند است، قسمی که استخوان الناک در نهایت سفلی خود داشت. خب این برآمدگی میله مانند به نام استایلیت پروسس یاد میشه، یا یعنی استخوان ریدیوس به مانند استخوان الناک دارای استایلیت پروسس است. خب این عبارت است استایلیت پروسس است، برآمدگی طولانی میله مانند است، یا برآمدگی بلند و باریک هم برش گفته میتونیم. خب استخوان ریدیوس هم در نهایت سفلی خود دارای استایلیت پروسس است، دارای برآمدگی طولانی میله مانند است، و همچنان استخوان ریدیوس نیز دارای سطح مفصلی است، دارای سطح مفصلی، دارای سطح مفصلی است که با کارپال بون یا با استخوانای بند دیسکس مفصل میشه. استخوان ریدیوس که است در نهایت سفلی خود با کارپال بون و یا استخوانای بند دست مفصل میشه. اگر مشخصا ما استخوان بند دست ذکر کنیم که با کدام استخوان بند دستی مفصل میشه، او عبارت است دو استخوان کوچک است، یکیش به نام لونیت یاد میشه و دیگرش به نام اسکافوید، که انشاءالله در لکچر مربوطیش به صورت جزئیاتش ما میخونیم. پس استخوان ریدیوس به مانند استخوان الناک در نهایت سفلی است با استخوان‌های بند دست که عبارت از کارپال بون است مفصل میشه، اما با دو استخوان کوچک هموارش که یکیش لونیت است و دیگرش اسکافوید است، با همین دو استخوان کوچک هموار که است نهایت سفلی استخوان ریدیوس که است مفصل میشه و در ساخت مفصل بند دست که است حصه میگیره، در ساخت مفصل بند دست حصه میگیره. از یک سو هید استخوان الناک هم حصه میگیره در ساخت مفصل بند دست، از دیگه سو نهایت سفلی استخوان ریدیوس در ساخت مفصل بند دست حصه میگیره. خب استخوان ریدیوس و استخوان الناک هم در نهایت علوی اینا با هم مفصل میشن و هم در نهایت سفلی خود. خب این قسمت ها رو من پاک میکنم. استخوان ریدیوس و الناک هم در نهایت علوی و هم در نهایت سفلی اینا با هم مفصل میشن. خب میبینیم که با کدام شکل اینا مفصل میشن. خب خب یه عبارت از کرونیت پروسس است، در خودش نوشته میکنیم کرونیت پروسس، برآمدی کرونیت است. کرونیت پروسس در قسمت جانبی خود یا در قسمت بغل خود دارای یک سوراخ است. خب سوراخ از این ما برنگ سرخ میگیریم. خب دارای سوراخ است که سوراخ به نام رادیال ناچ یاد میشه. این سوراخ به نام رادیال ناچ، اصطلاح ناچ به معنای سوراخ. رادیال هدفش استخوان ریدیوس است، هدفش استخوان ریدیوس است. استخوان الناک در نهایت علوی خود بالاتر از کرونیت پروسس خود در قسمت جانبی یا در قسمت بغل خود دارای یک سوراخ است که به نام رادیال ناچ یاد میشه، یعنی سوراخ بر استخوان ریدیوس است، البته بر هید استخوان ریدیوس است. قسمت جانبی هید استخوان ریدیوس، قسمت جانبی و یا بغل استخوان ریدیوس که است، خب این داخل رادیال ناچ استخوان الناک میشه، اینا با هم مفصل میشن. قسمت جانبی رأس استخوان ریدیوس که است داخل رادیال ناچ استخوان الناک میشه، داخل همین سوراخ که الناک به هید استخوان ریدیوس داخل از این میشه،
با مفصل ریدیو النر جوینت میسازه. با مفصل که میسازه به نام ریدیو النر جوینت یاد میشه. ریدیو یعنی ریدیوز، حرف هم ارتباطی است. النر هدفش استخوان الناست و داخلش کلمه جوینت ذکر میکنیم، یعنی مفصل. یعنی مفصل که میان استخوان النا و ریدیوز، یعنی مفصل که میان استخوان ریدیوز و النا با وجود آمده به نام ریدیو النر جوینت یاد میشه، که استخوان النا در نهایت الوی خود دارای ریدیال ناچ است، سوراخ به هد استخوان ریدیوز است. قسمت جانبی هد استخوان ریدیوز که از داخل ریدیال ناچ استخوان النا میشه و باعث تشکیل مفصل ریدیو النر جوینت میشه. استخوان جوینت هم با معنای مفصل، مفصل هم یک جا شدن نهایت دو استخوان است. اما از اینکه موقعیت همین مفصل الوی هست و یا بالا هست، در قسمت الوی خود اینا با هم مفصل شدن، به خاطر کلمه سوپریال اضافه میکنیم. پس این مفصل به نام سوپریال ریدیو النر جوینت یاد میشه. سوپریال به معنای الوی، یعنی مفصلی که میان استخوان ریدیوس و النا به وجود آمده اما موقعیتش الوی هستن. و به این شکل استخوان النا و ریدیوس در نهایت سفلی نیز با هم مفصل میشن. قسمی که در نهایت الوی اینا مفصل شدن، در نهایت سفلی هم مفصل میشن. اما در نهایت سفلی استخوان ریدیوس کسته و مثل استخوان النا که در نهایت الوی ناش داشت، سوراخ داشت، این هم دارای سوراخ هستن. این هم دارای سوراخ است اما بر هد استخوان النا هست. به این میگن النر ناچ، برش میگن النر ناچ. سوراخ ناچ به معنای سوراخ، النر هم النا، یعنی سوراخ بر استخوان النا. البته بر هد و یارس استخوان النا در نهایت سفلی خود استخوان ریدیوز که دارای سوراخ هستن. به این میگن النر ناچ، که در النر ناچ استخوان ریدیوز کس هد و یا راس استخوان النا، قسمت جانبیش، البته قسمت بغلش و یا قسمت جانبی از این داخل النر ناچ استخوان ریدیوز در نهایت سفلی میشه، داخل میشه و باعث تشکیل مفصل ریدیو النر جوینت میشه، یا النو ریدیال جوینت، هر کدومش میگه مشکل نداره. و باز هم مفصل رو ذکر میکنیم، باعث تشکیل مفصل ریدیو یعنی ریدیوز النر، النر جوینت میشه. از اینکه موقعیت از این سفلی هست و یا در پایین هست این مفصل، کلمه انفیریر اضافه میکنیم. انفیریر به نام انفیریر ریدیو النر جوینت یاد میشه، یعنی مفصلی که میان استخوان ریدیوز و النا با وجود آمده اما موقعیتش سفلی هستن. پس استخوان النا و ریدیوز که هم در نهایت الوی و هم در نهایت سفلی اینا با هم مفصل میشن و یا یک جای میشن. خب در نهایت الوی که اینا مفصل میشن، استخوان النا در نهایت الوی خود دارای سوراخ بر هد استخوان ریدیوز است که به نام ریدیال ناچ یاد میشه، که قسمت جانبی راس استخوان ریدیوز که داخل همین ریدیال ناچ استخوان النا میشه و باعث تشکیل سوپیر ریدیو النر جوینت میشه. و به این شکل کاسته در نهایت سفلی کاسته برخلاف استخوان ریدیوز که در نهایت سفلی خود دارای سوراخ بر هد استخوان النا هست که به نام النر ناچ یاد میشه، که که قسمت جانبی راس استخوان النا داخل النر ناچ استخوان ریدیوز میشه و باعث تشکیل مفصل انفیریر ریدیو النر جوینت میشه، یعنی مفصلی که در قسمت سفلی میان ریدیوز و النا با وجود آمده. خب قبلا استخوان های ساید دست که عبارت از استخوان النا هست و استخوان ریدیوز هست به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار دادیم. خب حالا هر دو استخوان به صورت یک جایی مورد مطالعه قرار میدیم و حقیقتا هر دو استخوان با هم یک جا هستن. و ضمن از اینکه یک مرور مختصر هم میکنیم، خب رنگ سبز ما عبارت از استخوان النا هست و رنگ سرخ ما عبارت از استخوان ریدیوز هستن. استخوان های ساید دیسک هست همین دو استخوان هست، استخوان النا هست و استخوان ریدیوز هست. خب موقعیت از یاره نظر به خط متوسط متعین میکنیم. خب فرض میکنیم که خط متوسط بدن هست. از طریق خط متوسط ما میتونیم موقعیت یک ساختمان و یک استخوان ما مشخص کنیم. اگر نزدیک به خط متوسط بود میگه موقعیت انسی داره، اگر دور از خط متوسط بود میگه موقعیت وحشی داره. خب استخوان النا به خط متوسط نزدیک است. استخوان النا به خط متوسط نزدیک است، پس موقعیت استخوان النا انسی هست. انسی به معنای نزدیک به خط متوسط.
اما اگر استخوان ریدیوس نظر به خط متوسط در نظر بگیریم، استخوان ریدیوس که است از خط متوسط دورتر قرار داره، پس موقعیت استخوان ریدیوس وحشی است، دور از خط متوسط است. موقعیت استخوان الله انسی هست، یعنی نزدیک به خط متوسط است، و موقعیت استخوان ریدیوس که است وحشی است، یعنی دور از خط متوسط است. با مخاطر ما قبلا هم گفتیم استخوان الله اسکلت انسی ساید دست تشکیل میده و استخوان ریدیوس که است اسکلت وحشی ساید دست تشکیل میده. و ما گفته بودیم هر دو استخوان دارای نهایت علوی هست و نهایت سفلی است. میان هر دو نهایتشان جسمشان قرار دارن. پس هر دو استخوان دارای نهایت علوی و دارای نهایت سفلی هستند. میان نهایت علوی و سفلیشان جسمشان قرار داره و یا بادی قرار داره. خب ما گفته بودیم استخوان الله در نهایت علوی خود دارای دو برآمدگی است. یک برآمدگی در قسمت بالاییش است، دیگر برآمدگی در قسمت پایینیش است. برآمدگی که در قسمت بالاییش است به نام اولیکرانون پروسس یاد میشه. برآمدگی که در قسمت پایینیش بود به نام کرونید پروسس یاد میشه. میان هر دو برآمدگی سوراخ موجود است که به نام تراکلیار ناچ یاد میشه. تراکلیار ناچ. پایین‌تر از کرونید پروسس ما گفته بودیم برجستگی درشت است که به نام النر توبریسیتی یاد میشه، که در النر توبریسیتی عضله براخیال مسل ارتکاز میکرد و ختم میشد. پایین تر از النر توبریسیتی جسم استخوان النا هست که دارای فرامین است و یا سوراخ کوچک است که از طریق فرامین شریان وارد عصب داخل استخوان میشد. و در نهایت سفلی استخوان النا گفته بودیم دارای هد است و یا راس است و راس از این دارای برآمدگی میلمانند است که به نام استایلیت پروسس یاد میشه. و همین رقم استخوان ریدیوس گفته بودیم در نهایت علوی ازی هدش قرار داره و یا راسش قرار داره. پایین تر از هدش نکش است و پایین تر از نک دارای توبریسیتی است که به نام ریدیال توبریسیتی یاد میشه، که در ریدیال توبریسیتی ازی عضله بایسپس براخیالس مسل ارتکاز میکرد. و در قسمت جسم ازی گفته بودیم به مانند استخوان الله دارای فرامین است، دارای سوراخ کوچک است که از طریق همین سوراخ شریان وارد عصب داخل استخوان میشد. و نهایت سفلی استخوان ریدیوس گفته بودیم بزرگ است و همچنان به مثل استخوان الله در سفلی خود دارای استایلیت پروسس است، برآمدگی میلمانند است. خب و دیگه گفته بودیم استخوان ریدیوس و النا هم در نهایت علوی و هم در نهایت سفلی اینا با هم مفصل میشوند. در نهایت علوی استخوان النا دارای یک سوراخ بود که به نام ریدیال ناچ یاد میشد. هد استخوان ریدیوس قسمت جانبی است، داخل ریدیال ناچ استخوان النا میشد و باعث تشکیل مفصل ریدیو النر جوینت میشد. از اینکه موقعیتش علوی بود برش میگفتیم سوپیریال ریدیو النر جوینت برش میگفتیم. و در سفلی برعکس استخوان ریدیوس که از دارای سوراخ بود که به نام النر ناچ یاد میشد، که هد و یارس استخوان النا قسمت جانبیش داخل النر ناچ استخوان ریدیوس میشد و باعث تشکیل مفصل ریدیو النر جوینت میشد. اما موقع سفلی بود برش انفیریال ریدیو النر جوینت میگفتیم. خب و همچنان ما گفته بودیم که در نهایت سفلی هد استخوان النا و نهایت سفلی استخوان ریدیوس که است با استخوانهای بند دست مفصل میشه. استخوانهای بند دست به نام کارپال بون یاد میکنن. کارپال بون که تقریبا 8 استخوان کوچک هموار هستن، اینا مفصل میشن و در ساخت مفصل بند دست حساب میگرن و باعث تشکیل مفصل بند دست میشن. البته به صورت مشخص هید استخوان الناک است با دو استخوان بند دست که بارت است ترایکویتریام و پیسی فورم بود مفصل میشد. و نهایت سفلی استخوان ریدیوس کست با دو استخوان کارپال بون که بنام لونید و اسکیفوید بود مفصل میشد و در ساخت مفصل بند دست حصه میگرفتن. همچنان گپ آخری ما میانه استخوان ریدیوس و النا میان از اینا چون فاصله وجود داره، قسم شما در رسم میبینه فاصله و خالیگاه وجود داره، در میان از اینا یک ممبران یک غشا هستن
که اینا رو با هم ارتباط میدن. در همین فاصله که میان سخان ریدیوس و النا قرار وجود داره، میان از یا یک غشا هسته که غشا که از استخوان ریدیوس و النا رو با هم ارتباط میده. این غشا به نام انتر اوسیوس ممبران یاد میشه. انتر اوسیوس ممبران، اصطلاح ممبران به معنای غشا، اصطلاح انتر به معنای میان معنا میده، اوسیوس به معنای استخوان، اصطلاح لاتینی است. اوسیوس به معنای استخوان، یعنی غشایی که میان دو استخوان قرار داره، میان هر دو استخوان غشا قرار داره که به نام انتر اوسیوس ممبران یاد میشه. انتر اوسیوس ممبران در حقیقت این غشا ترکیب از یک از نسج منظم است، نسج منظم متراکم است. ترکیب همین غشایی که استخوان ریدوس با النا ارتباط میده، ترکیب از نسج منظم متراکم است که به نام انتر اوسیوس ممبران یاد میشه. یعنی غشایی که میان دو استخوان است. این غشا سبب میشه که دو استخوان با هم ارتباط بده، یا اینکه باعث محکم ساختن دو استخوان با هم میشه. پس رول از یک است در ارتباط دادن و یا محکم ساختن استخوان ریدیوس با استخوان النا هست. پس میان استخوان ریدیوس و النا یک غشا قرار داره که به نام انتر اوسیوس ممبران یاد میشه. ترکیب از نسج منظم متراکم است. همین غشا باعث ارتباط هر دو استخوان با هم میشه، یا باعث محکم ساختن هر دو استخوان با هم میشه. خب این بود در مورد استخوان های ساید دست. به صورت مفصل در موردش ما بحث کردیم. با امید از اینکه درس امروز یاد گرفته باشید و از درس لذت برده باشید. تا درس آینده، الله نگهدار.